سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکو صفت. ادیت و پخش آوای بوف. avoyebooth.com از صفحه 332. سرکوب بهائیان در انقلاب مشروطه. روحانیون شیعه به دوران انقلاب مشروطه در عرصه سیاست گرایش یکسانی نداشتند. گروهی مدافع سرسخت استبداد بودند و گروهی با نیت استقرار حکومت مشروعه در نخستین سالهای انقلاب با مشروطه خواهان همگام شدند. صورت سواد لایحه هیئت علمیه نجف اشرف مواضع این گروه را بیان می کند. چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثناعشریه صلوات الله علیهم اجمعین است و پس حقیقت مشروطیت ایران و آزادی آن عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبق بر احکام خاصه و عامه مستفاد از مذهب و مبتنی بر اجراء احکام الهیه از اسمه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیه و صیانت بیضه اسلام در فصل دوم متمم قانون اساسی هم که امضا نمودیم ملزوم عدم مخالفت قوانین موضوعه با احکام شرعیه را تصریح و کاملا این معنی رعایت شده. قره ذی حجة الحرام 1327 نجف الاشرف الاحقر عبدالله مازندرانی الاحقر محمد کاظم الخراسانی. پایان نقل قول. عبدالهادی حائری می نویسد علمای مشروطه‌گر در بحث‌های سیاسی خود یکسره بر مبانی اسلامی تکیه کردند و کوشش فراوان به کار بردند تا اصول مشروطیت را با قرآن، حدیث و گفتار منسوب به علی در نهج البلاغه آشتی دهند. عده‌ای از روحانیون هم با هر گونه تغییری در بافت قدرت مخالف بودند و هیچ گونه آزادی را تحمل نمی کردند. بهائیان چون مرغی که هم در عزا و هم در عروسی قربانی می شود در انقلاب مشروطه نیز با تجاوز و تعدی روبرو بودند. مشروط خواهان بهائیان را طرفدار محمد علی شاه و استبداد معرفی می کردند. شیخ فضل الله در میدان توپخانه با خواندن جملاتی از کتاب اقدس مشروط خواهان را به بهائیگری متهم کرد. روحانیت شیعه که از رو در رو قرار دادن بابیان با دولت بهره فراوان برده بود، قصد داشت برای از بین بردن جنبش مشروط خواهی از همان سلاح قدیمی ارتداد استفاده کند. ملکزاده می نویسد اگر آزاد مردی پیدا می شد و گامی در راه افکار نوین بر می داشت فوراً او را بابی، شیخی و یا صوفی معرفی می کردن و با آنها همان کاری را می کردن که با مرتدین می کنن. مستبدین مشروط خواهان را بابی و بیدین خواندند و مشروطیت را مخالف موازین شرع مبین اعلام نمودند و مشروطه مشروعه خواستار شدند. بر اساس گزارش ملکزاده نظمیه یکی از مجامع آزادی خواهان را کشف کرد، همه اعضای آن را به حبس انداختند.
اموال آنها را غارت کردند و شهرت دادند که عده‌ای بابی که خیال فتنه و فساد داشتند توقیف شدند. بدین ترتیب هم اموال مردم را ضبط می کردند و هم مخالفین خود را از سر راه بر می داشتند. روحانیون مستبد مشروطه را مخالف با اسلام و اصول دین معرفی و مشروط خواهان را کافر و بیدین و بابی و لا مذهب خواندند. شیخ فضل الله به اتفاق تنی چند از روحانیون، سید علی یزدی، نقیب السادات شیرازی و حاج میرزا ابو طالب زنجانی، ملا محمد آملی در میدان توپخانه مردم را علیه مشروط خواهان تحریک میکرد. اشرار و اوباش در خیابانها به غارت کردن دکاکین و لخت کردن آبرین و کتک زدن و بی احترامی کردن به مردم مشغول بودند و حاج شیخ فضل الله این قیام را خدمت در راه دین و شریعت و جنگ با کفار و مرتدین و بابی ها اعلام می کرد. ملک زاده بر اساس خاطرات یک افسر روسی به نام شیرکوف وقایع میدان توپخانه را چنین شرح می دهد. یکی از سیدها که عمامه بزرگی بر سر داشت و از وضعش معلوم بود موقعیت مهمی در میان آن جماعت دارد، در حالی که جام شرابی در دست داشت روی صندلی ایستاد و گفت: ای مسلمانان، به خدا قسم که من تا به حال از این مایع کثیف نخوردم، ولی امشب به کوری چشم بابی ها و بیدین ها و دشمنان اسلام و به سلامتی پادشاه اسلام پناه این جام را سر می کشم و فردا همین جام را از خون مشروط طلبان پر کرده خواهم نوشید. یحیی دولت آبادی می نویسد: در دورانی که روسیه به سرحدات ایران تجاوز می کند و بر اثر نزاع با کردها در ارومیه عده‌ای کشته می شوند، محمد علی شاه اعلام می کند که چون در ارومیه جمعی از فرزندان من کشته شده اند، من عزادار هستم و جشن میلاد خود را موقوف می کنم و مخارج آن را اعانه می دهم به بازماندگان کشته شدگان. این مسئله در مجلس و بین مردم تأثیر خوبی می‌گذارد، ولی مفسدین که نمی‌خواستند صلحی بین دولت و ملت بشود نیرنگ تازه‌ای می‌زنند و از قول بهائیان اعلامیه‌ای به این مضمون به تاریخ 3 ربیع الثانی 1326 برابر با 1908 میلادی در تهران منتشر می‌کنند: ما طایفه بهایی واداشتیم میرزا رضا ناصرالدین شاه را کشت. ما اوضاع مملکت را منقلب نمودیم. ما مجلس را تأسیس کردیم. اجزای مجلس را تأسیس کردیم. اجزای مجلس اغلب از ما هستند. همه این کارها را ما کردیم که آزادی پیدا کنیم و از پرده خفا درآییم. حالا اگر شاه به ما آزادی داد، ما خود مجلس را هم برهم خواهیم زد و خاطر شاه را از این رهگذر آسوده خواهیم کرد و اگر نکرد ما هم چنین و چنان خواهیم کرد. امضا طایفه بهایی. مشروط طلبان در این باره تحقیق و نویسندگان اعلامیه ها را شناسایی می کنند. یکی از آنها برادرزاده سید محمد یزدی و دیگری سید معروف به آهنتاب بوده و آنها گفتند که این اعلامیه ها را آقا سید علی آقا به ما داده بود منتشر کنید. ولی بعد از تحقیق معلوم شد مؤسس این کار سید محمد یزدی است. عدلیه
حکم توقیف او را داد و امر کرد عمامه که علامت سیادت او بود از سرش بردارند و زنجیرش کرده حبسش نمایند. بهائیان که تجربه خونین درگیری های گذشته را پشت سر داشتند، از هر گونه دخالتی در امور سیاسی پرهیز می کردند. عبدالبها داخل پرانتز عباس افندی پرانتز بسته 1260 تا 1340 هجری قمری برابر با 1844 تا 1921 میلادی رهبر بهائیان در دوران انقلاب مشروطه برای حفظ جامعه بهایی دستور می‌دهد که بهائیان از دخالت در امور سیاسی بپرهیزند. احبای الهی به نص قاطع ربانی باید از این امور احتراز نمایند و به کلی اجتناب کنند در امور سیاسیه، نه با انجمنی دمساز گردند و نه با جمعیتی همراز شوند. دکتر یونس افروخته در خاطرات 9 ساله به نقل از عباس افندی می نویسد: اگر اینطور نمی نوشتم احبا را قتل عام و مشروطیت هم جاری نمی شد. عباس افندی با این دستور موفق شد توطئه روحانیون را نقش براب و جامعه بهایی را تا حدودی حفظ و ناوابستگی مشروط خواهان را به بهائیان نشان دهد. کشتار بهائیان پس از انقلاب مشروطه سال 1323 هجری قمری برابر با 1905 میلادی در ابرقو یک بهایی به نام آقا رضا اسفندآبادی را به فتوای روحانیون به قتل می رساند. سال 1324 هجری قمری برابر با 1907 میلادی در مشهد یک بهایی به نام میرزا یوسف قائنی به فتوای روحانیون به قتل می رسد. شخصی به نام استاد علی اکبر نجار به او مراجعه می کند و برای پرداخت قرضی که داشته و خانه او در گروه آن بوده است تقاضای وام می کند. میرزا یوسف هر آنچه پسنداز داشته به او می دهد. پس از مدتی استاد علی اکبر به قصد آنکه وام خود را نپردازد میرزا یوسف را به قتل می رساند و چون مقتول بهایی بوده است قاتل به سفارش روحانیون آزاد می شود. شه میرزاد و سنگسر چندی پس از صدور فرمان مشروطه در شه میرزاد به تحریک امین الرعایا چند نفر بهایی مورد حمله و آزار قرار می گیرند. مشهدی، مهدی و چند بهایی دیگر را که در بازار شهر مغازه داشتند بدین بهانه که بهاییان حق کار در بازار را ندارند کتک می زنند و اموال آنها را غارت می کنند. بهائیان در یک تلگراف به مجلس شورای ملی، وزارت داخله و حکمران جدید سمنان شکایت می‌برند. حکمران سمنان مأموری برای تحقیق می‌فرستد. مسلمین مسجد را به عنوان محل گفتگو تعیین می‌کنند. در مسجد مردم به نمایندگان بهائیان حمله کرده، دست‌های آنان را می‌بندند. مأمورین 5 بهائی را در خرابه‌ای در نزدیکی محل سکونت حاکم 2 روز پای در کند و گردن در زنجیر نگه می‌دارند و بعد به سمنان می‌فرستند. این واقعه در آغاز حکومت محمد علی شاه رخ داد. بهائیان از زندان آزاد می‌شوند اما مهاجمان بازخواست نشده و اموال به غارت رفته به صاحبان‌ها بر نمی‌گردد. نیریز
در سال 1327 تا 28 هجری قمری برابر با 1909 تا 10 میلادی. محمد شفیع روحانی نویسنده کتاب لمعات الانوار در شرح وقایع نیریز می نویسد یکی از علل وقوع حادثه نیریز انقلاب مشروطیت و مخالفت روحانیون با مشروطیت بود. آنها قوانین مشروطیت را متخذ از بهائیت قلمداد می کردند. شیخ زکریا کوهستانی به قصد قتل عام بهائیان با قوای مجهز به نیریز می رود. در روز 24 صفر قوای شیخ نیریز را تصرف می کنند و در همان روز حاج سید عبدالحسین لاری فتوای قتل عام بهائیان، انهدام اماکن و خانه ها و غارت اموال بهائیان را به شیخ زکریا ابلاغ می کند. شیخ تجار و مالکین و کسبه نیریز را دعوت می کند و فتوا را به آنها ابلاغ می کند و او حاج سید عبدالحسین لاری را به عنوان پیشوای شیعیان فارس و خود را حامی ملت و شریعت و مخالف دولت مشروط خواه و بهائیان معرفی می کند. او می گوید من به فتوای حاج سید عبدالحسین به نیریز آمدم و با دیگران کاری ندارم. حاکم نیریز مسعود و دوله از نیریز فرار می کند و شهر را به شیخ زکریا وامی گذارد. اولین بهایی که به قتل می رسد شخصی است به نام ملا حسن کلاهمال. بهاییان برای حفظ جان خود به کوهستان جنوبی نیریز فرار می کنند. شیخ چون از فرار بهاییان به کوهستان مطلع می شود در شهر اعلام می کند هر کس یک بهایی زنده را به حضور بیاورد 20 تومان و هر کس سر یک بهایی را بیاورد 100 تومان جایزه دریافت خواهد کرد. مردم برای کسب ثواب و دریافت جایزه به جستجوی بهاییان می پردازند. در روز 28 صفر محل اقامت بهاییان را می یابند و آنها را دستگیر می کنند و دست بسته به نزد شیخ می آورند. یکی از بهاییان ملا حسن نامی است 31 ساله دارای زن و دو فرزند. یک دختر 3 ساله و یک پسر 1 ساله. شیخ از او می خواهد که دست از اعتقادات خود بردارد و آزاد شود. او می گوید از عقیده خود دست بر نمی دارم. به دستور شیخ او را به قتل می رسانند. نفر سوم ملا محمد علی نامی پدر خانوم ملا حسن است. شیخ از او می‌خواهد که دست از اعتقاد بردارد. چون او هم حاضر به تقیه نمی‌شود به دستور شیخ گلوی او را می‌برند و سپس بند به پای او می‌بندند و تا محله‌ای به نام محله چنار شاهی بر خاک می‌کشند. به درخت آویزان می‌کنند و جنازه را آتش می‌زنند. چهارمین نفر که به قتل می رسد ملا عبدالمجید است. او را در خانهش دستگیر می کنند. به نزد شیخ می برند. شیخ از او می خواهد که تبری کند. چون حاضر نمی شود دست از اعتقادات خود بردارد او را به قتل می رساند. پنجمین قربانی این واقعه آقا عباس نامی است که چون دست از اعتقاد خود بر نمی دارد به فرمان شیخ تیر باران می شود. ششمین قربانی محمد اسماعیل است که پدرش در سال 1270 هجری قمری مطابق با 1854 میلادی در واقعه دوم نیریز به قتل رسیده بود و مادرش از اسرای اعزامی بابیان به شیراز بود. محمد اسماعیل جزء 7 نفر بهایی در کوه جنوبی نیریز باقر رضی
دستگیر و همگی به فرمان شیخ در دوم نوروز 1327 هجری قمری به قتل می‌رسند. دو فرزند محمد اسماعیل به نام‌های علی و ملا رحمان، محمد ابراهیم برادرش، اسدالله برادرزاده و دامادش، مهدی داماد دیگر او و علی اکبر از اقوام او در این واقعه جان از کف می دهند. سیزدهمین قربانی میرزا اکبر کفاش فرزند میرزا اسماعیل است که پدر او در سال 1269 هجری قمری به قتل رسیده بود و مادرش از اسرای اعزامی به شیراز بود. او را در روز پنجم عید سال 1327 هجری قمری به دستور شیخ تیرباران می کنند. چهاردهمین قربانی استاد علی سباق بود. او اهل سیرجان بود و 10 سال پیش به نیریز آمده بر اثر معاشرت با بهاییان به آیین بهایی گرویده بود. او را به دستور شیخ تیرباران کرده و جنازه‌اش را آتش می‌زنند. 15مین قربانی استاد عطاءالله با شغل تخت‌کشی، تخت گیوه، امرار معاش می‌کرد. او را در کوهستان جنوبی دستگیر می‌کنند و بعد از شکنجه به نزد شیخ می‌برند و چون در محضر شیخ حاضر به تقیه نمی‌شود، به دستور او تیرباران می‌شود. در زمان قتل پدر دو کودک کم سن و سال به نام‌های فاطمه و فرخ بود. 16مین و آخرین کشته این فاجعه جوانی بود به نام امرالله که به دستور شیخ تیرباران شد. دوران احمدشاه 1327 تا 1343 هجری قمری برابر با 1909 تا 1926 میلادی. 1326 هجری قمری برابر با سال 1908 میلادی. حاج کلب علی از بهائیانی بود که در اوائل دوران سلطنت احمدشاه کشته شد. او نوه کدخدایی از به نام کلب علی که عامل فاجعه سال 1285 هجری قمری مطابق با 1868 میلادی در نجف آباد بود که در آن عده‌ای بابی به قتل رسیدند. کلب علی به آیین بهایی می پیوندد و مورد آزار قرار می گیرد. او کشاورز و مردی متحور و زورمند بود که بدون ترس از اعتقادات خود دفاع می کرد. شهامت او خاری در چشم متأثرین بود. یک بار در راه با کارد به او حمله می کنند و چند زخم به او می زنند، اما موفق به کشتن او نمی شوند. بار دیگر در زمانی که در باغ خود کار می کرد وی را به قتل رساندند. 1327 هجری قمری برابر با سال 1909 میلادی. حاج حیدر نجف آبادی پدر زن حاج کلب علی را در اصفهان به قتل می رسانند. در همین سال آقا علی محمد اسفندآبادی را در ابرقو به قتل می رسد. 1328 هجری قمری برابر با سال 1910 میلادی. در 15 رمضان در نجف آباد آقا محمد جعفر سباق که بدون ترس و بیم بهایی بودن خود را آشکار کرده بود به قتل می‌رسد. 1329 هجری قمری برابر با 1911 میلادی. آقا نجفی با حاکم جدید اصفهان به نام سردار اشجع که حاضر نبود آقا را در منافع ناشی از قدرت شریک کند در می افتد و برای بیرون راندن او از میدان نیرنگی در کار می آورد. به یک باره بازار معجزه در امامزاده ها و سقاخانه ها گرم و شهر به آشوب کشیده می شود و حکومت سقوط می کند.
به جای سردار اشجع حاکم روشن فکری به نام خسرو خان سردار ظفر به حکومت اصفهان منصوب می شود. حاکم متولی امامزاده را احضار می کند و به او می گوید از این ساعت باید اول افراد کور و کر و فلج را بیاوری تا من ببینم، بعد آنها را ببر، اگر شفا یافتند من هم معتقد می شوم و الا تو را از شهر بیرون می کنم. از آن روز به بعد هارون ولایت دیگر معجزه ای نکرد و شهر آرام شد. 1329 هجری قمری برابر با 1911 میلادی. دو نفر بهایی به نامهای حبیب الله میرزا حکاک و آقا جواد بروجردی در ملایر به فتوای روحانیون به قتل میرسند. سال 1330 هجری قمری برابر با 1912 میلادی. در ساری سه نفر بهایی به قتل میرسند. چگونگی قتل این سه نفر را عبدالحمید اشراق خاوری چنین نوشته است: در شب 13 محرم سال 1330 در ساری مردم به خانه میرزا محمد علی مشیر و تجار حمله می کنند، وارد خانه می شوند، او را از خانه بیرون می کشند و به قتل می رسانند و خانه او را غارت می کنند. در همین شب میرزا محمود ساعتساز را دستگیر کرده خفه می کنند و آقا محمد اسماعیل امین را هم می کشند. بارفروش یعنی بابل میرزا محمد علی معین و تجار و همسرش را به قتل می رسانند. این وقایع در مجله نجم باختر جلد 2 شماره 1 تا 21 1912 میلادی چاپ شده است. یزد یکی از بهائیان زرتشتی نژاد به نام آقا شهریار را به فتوای شیخ محمد رضای مجتهد ولد شیخ عبدالحسین معروف به آقا مجتهد به بهانه اینکه با زنی مسلمان صحبت کرده از مزرعه کوچه بویوک که متصل به شهر بوده نزد شیخ میبرند. آقا شهریار میگوید هر کس این خبر را داده دروغ گفته است. شیخ آقا شهریار را به قلعه حکومتی میفرستد و به دستور شیخ او را لخت می کنند و آنقدر شلاق می زنند تا می میره. میرزا احمد خان سالار نظام به حکومت آباده گمارده می شود. او با ملا محمد حسن امام جمعه و پسرش میرزا احمد شیخ الاسلام که به بهائیان کینه دیرینه داشتند آشنایی و دوستی داشت. زمینه آزار و کشتار بهائیان آماده می شود. حاکم برای جلب رضایت دو روحانی دستور توقیف یک پیرمرد بهائی را به نام آقا رضا قلی که تصادفاً در راه دیده بود صادر می کند. به مجرد ورود بنای توهین و تحقیر و سب و لعن نهادند و جناب آقا رضا قلی را با چوب و چماق و زنجیر و شلاق و مشت و لگد به زیر شکنجه و عذاب انداختند و به اندازه ای اذیت وارد آوردند که قریب به موت بود. در جواب سؤال فامیل آقا رضا که گناه ای پیرمرد چه بوده است جواب می دهد: من سوار کالسکه بودم و از آنجا عبور نمودم. او بر من سلام نکرد و بی‌اعتنایی نمود، لذا سزاوار سیاست و تنبیه بود. 1331 هجری قمری برابر با 1913 میلادی. اوز کوه بوانات آقا ابو طالب اسفندابادی بهایی به فتوای آخوند محل به قتل می رسد.
مزرعه سیدان شیخ الاسلام و امام جمعه فتوای قتل میرزا علی کوشککی را صادر و حاکم را به اجرا تشویق می کنند. حاکم در ماه رمضان 1331 هجری قمری برابر با 1913 میلادی چهار نفر به نام های قدم علی، پنجعلی، قاسم علی و وکیل رضا را مأمور کشتن میرزا علی کوشککی می کند. قاتلین به خانه او می روند و او را با چند گلوله به قتل می رسانند. 1332 هجری قمری برابر با 1914 میلادی شیخ علی اکبر قوچانی را در مشهد در روز 28 ربیع‌الثانی در بازار کفش‌دوزها به قتل می رسانند. 1334 هجری قمری برابر با 1916 میلادی عراق پنج مرد بهایی به نامهای ملا ابراهیم، ملا محمد علی، کربلایی رحمت الله، محمد علی نوشاد و یک زن به نام سید خانم بیبی را دستگیر می کنند. مردها به فتوای سید باقر مجتهد به قتل می رسند. سید خانم را به تهران می فرستند و در زندان خفه می کنند. ملا نصرالله شهمیرزادی تا سال 1310 برابر با 1893 میلادی امام جمعه شهمیرزاد بود. در این سال به آیین بهایی می گرود و ترک مسجد و منبر کرده به کشاورزی روی می آورد. در 27 رمضان در هیجان عمومی در شهمیرزاد و سنگسر او را با یک بهایی دیگر به نام سید محمد باقر به قتل می رساند. 1338 هجری قمری برابر با 1919 میلادی سه بهایی به نامهای میرزا حبیب الله نائینی در محمدیه نائین، آقا فضل الله معاون التجار نراقی در سینقان و آقا علی اکبر در ده بالای یزد به قتل می رسند. در سلطان آباد عراق یک فامیل هفت نفره بهایی از بستگان میرزا علی اکبر برار به قتل می رسند. در بین کشته شدگان علاوه بر همسر، خواهر 12 ساله همسر و پسر 12 ساله او و طفل شیرخواره او نیز بودند. همه را سر می برند و اموال را به غارت می برند. شرح این جنایت در همان زمان در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. چون هیچ کس شهامت دفن مقتولین را نداشت، مسلمانی به نام اسفندیار که به حاج عرب معروف بود اقدام به دفن کشته شدگان می کند. او با یک دست جسد طفل شیرخوار و با دست دیگر سر بریده میرزا علی اکبر را گرفته و در کوچه و بازار فریاد می زد: ای مسلمانان، اگر میرزا علی اکبر از دین به زعم شما خارج شد، این طفل صغیر را که گناهی نبود، ای بی انصافان، این چگونه مسلمانی است؟ و به آخوندها سبب اصلی این گونه وقایع سقط گفت. حاج عرب بعد از مشاهده این واقعه برخلاف سابق که نسبت به بهائیان بدبین بود، طرفدار آیین جدید می شود و بنای تبلیغ برای آیین جدید را می گذارد. مسلمانان کینه او را به دل می گیرند تا روزی او را متهم به سوزاندن قرآن می کنند و آخرالامر او را به دار می زنند. معاون کنسول انگلیس در سلطان آباد به نام هاتن در گزارش ماهانه خود درباره قتل حاج عرب می نویسد: راجع به شخصی اسفندیار نام معروف به حاج عرب، روحانیون شایع کردند که نام برده قرآنی را سوزانده است. مردم او را با زور به نزد حاکم شهر می‌برند. حاکم او را به پرداخت 4000 تومان جریمه محکوم می‌کند
اما مردم تحریک شده به این حکم رضایت نمی دهند، مغازه های بازار را تعطیل می کنند و منزل حاکم شهر را هم غارت می کنند. مأمورین دولتی که برای برقراری نظم به سلطان آباد آمده بودند برای آرام کردن مردم حاج عرب بیگناه را به دار می زنند. خبر این واقعه در روزنامه تایمز لندن به تاریخ 3 نوامبر 1920 میلادی برابر با 1338 هجری قمری نیز منتشر شد. 1339 هجری قمری برابر با 1920 میلادی. در این سال در کرمانشاه میرزا یعقوب متحده بنیانگذار یکی از مدارس بهایی در نهم ربیع الثانی به قتل میرسد و حاج محمد علی تاجر را در نائین و آقا محمد جواد اعتماد التجار را در بندر گز به قتل میرساند. 1340 هجری قمری برابر با 1922 میلادی. بهاییان سنگسر محلی را برای عبادت ساخته بودند. مردم شهمیرزاد و سمنان متفق می شوند که این محل را خراب کنند. بهاییان شکایت به دولت می برند. وزارت جنگ به حاکم سمنان دستور می دهد که در این باره تحقیق کند. حاکم با 30 نفر قزاق به سنگسر می رود و 15 نفر بهایی را دستگیر کرده و به قصبه طالب آباد می برد. مسلمین ساختمان مشرق الازکار معبد و مدرسه بهاییان را آتش می زنند. از تهران دستور می رسد که بهاییان زندانی را آزاد کنند ولی مهاجمان مورد بازخواست قرار نمی گیرند. سال 1341 هجری قمری برابر با 1923 میلادی. در این سال 2 نفر بهایی به نامهای آقا حسین علی فیروزآبادی پسر خواهر صفی علی شاه عارف معروف در فیروزآباد و ملا عبدالمجید صدیق العلماء در ترشیز خراسان به قتل می رسند. گزارش خارجیان درباره اذیت و آزار بهائیان. چنانکه گفته شد در سال 1327 هجری قمری برابر با 1909 میلادی یک بهائی نجف آبادی به نام حاج حیدر در اصفهان با گلوله کشته می شود. گراهام کنسول انگلیس در اصفهان درباره قتل حاج حیدر می نویسد: فتلی خان یاور در نجف آباد همه گونه اذیت و آزاری نسبت به حاج حیدر نامی بهایی روا می داشت. حاج حیدر برای نجات جان خود از نجف آباد به اصفهان نقل مکان می کند، اما او در اصفهان هم در امان نمی باند و در 8 نوامبر 1902 در روز روشن و وسط خیابان به دست 6 نفر از طرفداران یاور فتحعلی خان کشته می شود. استوارت میسیونر مسیحی در گزارش خود در 10/11/1909 میلادی مطابق با 1327 هجری قمری می نویسد: حاج حیدر نفر 5 بوده است که کشته می شود. در این دوران حکومت اصفهان به دست سمسام السلطنه بوده است و قاتلین تحت حمایت او بوده. او قاتلین را به پرداخت وجه کمی به عنوان دیه محکوم می کرده و آزاد می کرده است. وی می نویسد: این گونه جنایات در حکومتی که خود را مشروط می نامد انجام می گیرد. بر اساس گزارش گراهام به تاریخ فوریه 1915 میلادی برابر با 1333 هجری قمری یک بهایی به نام میرزا عبدالحسین رفیعی را در اردستان دستگیر
و خانه او و برادرش را غارت می کند. در این زمان حاکم اصفهان پسر زیغم السلطنه بود. حاکم به دستور علمای اصفهان شورشی علیه بهاییان اردستان به راه انداخته بود. بر اثر شکایت بهاییان سردار فاتح بختیاری حاکم اصفهان دستور آزادی رفیعی را می دهد و تأکید می کند که در آینده هیچ کاری بدون دستور او انجام ندهند. با وجود این دستور رفیعی باید مبلغ 1500 تومان به حاکم اردستان بپردازد و نامه‌ای هم بنویسد و در آن قید کند که هیچ شکایتی از حاکم ندارد. معاون کنسول انگلیس در یزد تریدول در خاطرات روزانه خود به تاریخ 2 ماه می 1917 برابر با 1335 هجری گزارش می دهد که طلاب مدرسه یک بهایی به نام محمد بلورفروش را که روبروی مدرسه سید یحیی مجتهد مغازه بلورفروشی داشت با زور به نزد مجتهد برده و از او خواستند که دست از بهاییت بردارد و توبه کند. اما چون او حاضر به توبه و برگشتن از آیین بهایی نمی شود، طلاب او را قطعه قطعه می کند. یهودیان بهایی شده سرکوب مضاعف. در بین اقلیت‌ها و دیگر اندیشان مذهبی ایران، یهودیان ایرانی بیش از دیگران به آیین بابی و بهایی می‌گروند و فشار مضاعفی را تجربه می‌کنند. یهودیان به عنوان یهودی در ایران قربانی سرکوب دیگر اندیشان مذهبی بودند و به هنگامی که به بهاییان می‌پیوستند از جامعه یهودی نیز طرد می شدن. سرنوشت خاندان متحده نمونه ای گویا از سرنوشت یهودیان بهایی شده را تصویر می کند. میرزا یعقوب متحده یهودی ساکن کاشان به همراه 4 برادرش به آیین بهایی می گرود. گراهام در گزارش خود می نویسد برادر بزرگتر به نام خواجه ربیع مؤسس مدرسه وحدت بشر در کاشان بود که بعداً به فرمان رضاشاه بسته شد. برادر کوچکتر میرزا یعقوب از کاشان به کرمانشاه می رود و در آنجا مشغول تجارت می شود. در ماه جون 1920 میلادی در ماه رمضان علما مردم را بر ضد او تحریک می کنند. حاکم شهر برای حفظ آرامش وی را از شهر اخراج می کند. اما او بعد از مدتی به کرمانشاه باز می گردد و مشغول کار می شود. یکی از روحانیون به نام سید حسین کربلایی فتوای قتل او را می دهد. در روز 23 ژانویه 1921 میلادی جلو بازار کرمانشاه به دست پسر معین الرعایا کشته می شود. فتوا دهنده و قاتل هیچگاه مورد بازخواست قرار نمی گیرد. دوران رضاشاه 1925 تا 1941 میلادی مطابق با 1304 تا 1320 شمسی. اکثریت جامعه ایران از خاندان قاجار ناراضی بودند و در انحلال این سلسله واکنشی نشان ندادند. پس از سقوط قاجار بخشی از جامعه ایرانی طرفدار تغییر حکومت از مشروطه به جمهوری بود. اما روحانیون با تغییر رژیم از مشروطه به جمهوری سخت مخالف بودند. هنگامی که
مدرس اعلام کرد که حمله به پادشاهی حمله به شریعت مقدس است، بزرگان اصناف در بازار اصفهان اعتصاب عمومی به راه انداختند و از مسجد شاه تا ساختمان مجلس راه پیمایی کردند. معترضان یک شعار اصلی سر می دادند: ما دین نبی خواهیم، جمهوری نمی خواهیم. ما مردم قرآنیم، جمهوری نمی خواهیم. رضاخان دستور می دهد لایحه جمهوری را در مجلس رد کنند و خود برای ملاقات با روحانیون عازم قم می شود. به دوران رضاشاه با تأسیس دادگستری دست روحانیون از قوه قضایی کوتاه و به خودسری حکام شهر پایان داده شد. این تحول بزرگ امکان صدور و اجرای حکم مرگ علیه مرتدان را از بین برد و روحانیت شیعه از سلاح برنده‌ای محروم و محاکم شهر تعطیل شد. تحولات دوره رضاشاه و تضعیف روحانیت سرکوب دگراندیشان مذهبی را به شیوه سابق برای روحانیت شیعه ناممکن ساخت. اما سرکوب و اذیت و آزار دگراندیشان مذهبی به اشکال دیگری ادامه یافت. سرکوب بهائیان به دوران رضاشاه 1305 شمسی برابر با 1926 میلادی. در فروردین این سال یک بهایی به نام آقا محمد بلورفروش در یزد به قتل می رسد. گزارش این واقعه را اشراق خاوری چنین می نویسد: آقا محمد بلورفروش از اهل محله شاهزاده عبدالقاسم در عقاید اسلامی بسیار ثابت و مطیع شرع انور و روزخانی هفتگی در منزل او دائر بود. در همسایگی ایشان یک نفر بهایی به نام آقا حسن طراح زندگی می کرده. بر اثر تماس با ایشان به آیین بهایی می گرود. روزی طلاب او را مفصل کتک می زنند. مردم به سید یحیی روحانی محل گزارش می دهند که آقا محمد درب دکان با مردم درباره اعتقادات بهائیان صحبت می کند. خوب است او را حاضر نمایید و توبه اش دهید. سید دو نفر طلبه را می فرستد که او را به مدرسه بیاورند. در حضور سید به بهائی بودن خود اقرار می کند. در این زمان شخصی به نام شیخ رضا پسر میرزا عبدالحسین مجتهد ایشان را از طبقه فوقانی مدرسه به زیر می اندازد. ناگاه جوانی معروف به مشتی تبر هیزم شکنی یک هیزم شکن را می گیرد و مغز او را با یک ضربت متلاشی می کند. ریسمانی به پای او می بندند و تا میدان خان در کوچه ها می کشند و جنازه را در حوضی می اندازند. پسر کوچک آقا محمد به رسم هر روز از مدرسه به درب دکان پدر می رود و از واقعه قتل پدر مطلع می شود. مردم قصد کشتن پسر را داشتند که با رسیدن آقا حسین خان نایب ژاندارم از این کار منع می شود. جنازه آقا محمد را در نزدیک باغ محمد صالح بیک دفن می کند. در روزی که به قتل می رسد حدود 40 سال داشته. در این سال متعصبان مسلمان به خانه های بهاییان جهرم حمله کرده 14 بهایی از جمله یک کودک 15 ماهه را می کشند. به گزارش هربرت چیک کنسول انگلیس، عبدالحسین لاری مجتهد، سید علی پیش نماز و امام جمعه جهرم مردم را علیه بهائیان تحریک می کردن.
نیروهای دولتی در جهرم قدرت مقابله با مردم تحریک شده را نداشتند. بر اساس این گزارش، سولت الدوله رئیس ایل قشقایی که با قوام شیرازی حاکم شیراز مخالف بود، عامل اصلی این فاجعه بود. 1306 شمسی برابر با 1927 میلادی. یکی از علما و وعاظ اردبیل به نام امین العلماء در سال 1299 شمسی در قزوین به آیین بهایی می پیوندد و در هفتم فروردین 1306 شمسی به فتوای حاجی میرزا علی اکبر مجتهد معروف اردبیل به دست آقا بالاخان بقال اردبیلی با قمه به قتل می رسد. 1308 شمسی برابر با 1929 میلادی. در این سال آقا فریدون جمشید به قتل می رسد. او در سال 1253 شمسی در یزد از پدر و مادری زردشتی متولد شد و در جوانی به کسوت دستوران و موبدان در می آید. اما دیری نمی پاید که به آیین بهایی می گرود. از یزد به دهج نقل مکان می کند و به تجارت روی می آورد. او از فعالین جامعه بهایی بود و همیشه با اذیت و آزار روبرو بوده است. عده‌ای متعصب او را در شب 25 اردیبهشت در سن 55 سالگی به قتل رساندند. به دوران سلطنت رضاشاه قدرت روحانیون شیعه محدود شد، اما دگراندیشان مذهبی از جمله بهائیان نیز از آزادی برخوردار نشدند. بهائیان به دوران سلطنت رضاشاه حتی از حق داشتن چاپخانه برای چاپ کتابهای خود و از حق انتشار نشریه و طرح عقاید خود در رسانه‌های جمعی محروم بودند. در این دوران استخدام بهائیان در ادارات دولتی ممنوع بود. در سال 1315 شمسی محفل ملی بهائیان ایران در شکواییه‌ای به نخست وزیر وقت محمود جم مظالمی را که در شهرهای مختلف بر بهائیان رفته برشمرده است. در 24 اردیبهشت 1315 شمسی اسکندری نامی مالک دهات خرمازرد و آهق از توابع مراغه به تحریک آقا محمد جواد شمس العلماء بدین دستاویز که بهائیان را از عدالات دولتی اخراج می کنند و آنها از حقوق مدنی محروم هستند، به نادر نامی که کلانتر او بوده است دستور می دهد که اموال بهائیان را غارت و آنان را از ده اخراج کند. در شهریور ماه 1315 شمسی در سیستان به تحریک رضا بیک نامی به بهائیان حمله می کنند و آنها را مورد اذیت و آزار قرار می دهند. در مرداد ماه سال 1316 شمسی چند بهایی در سنگسر به اتهام آنکه یک روز به دلیل مذهبی مغازه خود را بسته بودند به زندان می افتند. مدتی در زندان می مانند و با پرداخت جریمه آزاد می شوند. در تمامی ایران هرگاه بهاییان در تعطیلات مذهبی خود مغازه های خود را می بستند مورد آزار قرار می گرفتند. در سال 1318 شمسی در شهرهای مختلف ایران عده‌ای بهائی دستگیر می‌شوند. دلیل این بازداشت ازدواج با مراسم بهائی بوده است. در نجف آباد رحمت الله فردوسیان، در میان دعاب نعمت نعیمی، صادقی نیز شامل حال این قانون شدند. حتی شاهدان ازدواج نیز به دادگاه احضار می شدند.
در دوران رضاشاه از ثبت ازدواج بهاییان خودداری می کردن به این بهانه که ازدواج بهایی شرعی نیست. در اینجا به چند مورد اشاره می شود. یک، در سال 1318 یک بهایی به نام رستم بلبلان نامه ای به هیئت وزرا می نویسد و به آنها شکایت می برد. او می نویسد در سال 1315 در یزد ازدواج کردم، اما هیچ محضری ازدواج ما را ثبت نکرد. در همان زمان به وزارت دادگستری، اداره کل ثبت اسناد و املاک و اداره کل آمار و ثبت احوال گزارش دادم که مجرم شناخته نشوم، ولی بعد از 3 سال اخیراً از طرف اداره دادگستری و آقای دادستان مورد تعقیب قرار گرفتم. از آن مقام استدعا می شود امر به دفع تعرضات به این بنده و سایر همکیشان بفرمایید. 2. یک بهایی نجف آبادی به نام حسین اقترافی پور که با مشکل ثبت ازدواج در دفاتر رسمی مواجه شده بود می نویسد چون ازدواج ما را در نجف آباد ثبت نکردند، عین قباله نکاح خود را به اداره ثبت اسناد نجف آباد، به اداره کل آمار کشور و به وزارت دادگستری فرستادم. اکنون مدتی است که از طرف اداره دادگستری برای من اسباب زحمت فراهم شده. استدعا دارم دستور فرمایید از من که جز راستگویی جرمی نکرده ام رفع زحمت به نمایه. در دوران سلطنت رضاشاه جلسات خصوصی بهائیان نیز کنترل می شد و آنها حق تبلیغ اعتقادات خود را نداشتند. برای نمونه به نامه شهریور 1319 شمسی از طرف بازرسی کل کشور به مدیر کل وزارت دارایی اشاره می شود. آنطور که بازرسان از سنندج گزارش داده اند، شخصی به نام حسن رحمانی که بهایی است در منزل خود با شرکت چند نفر جلسه دارد. اما آیا در منزل خودش تبلیغ بهاییت می کند؟ مدرکی در دست نیست. در دوران پهلوی اول تعداد بهاییان در ارتش ایران از انگشتان دست تجاوز نمی کرد. رضاخان به زمانی که هنوز به پادشاهی نرسیده و وزیر جنگ بود، در روزی که احمد شاه را برای سفر به اروپا بدرقه می کرد، دستور اخراج افسران بهایی از ارتش را صادر کرد. باستانی پاریزی با استناد به گزارش سفیر انگلیس مورخ 21 ژانویه 1922 چنین می نویسد. رضاخان دستور داده است کلیه بهائیان را از قشون اخراج کند. بستن مدارس بهائیان در ایران 1314 شمسی برابر با 1935 میلادی. جامعه بهائی ایران از همان نخستین سالهای عمر خود به تأسیس مدارس همت گماشت. شاید اولین مدرسه ای که بعد از دارالفنون در تهران به دست ایرانیان تأسیس شد، مدرسه تربیت بنین باشد. این مدرسه به همت میرزا حسن ادیب طالقانی، محمد خان منجم و دکتر عطاالله بخشایش در سال 1317 هجری قمری تأسیس شد. تا سال 1321 هجری قمری بهائیان در شهرهای مختلف ایران از جمله کاشان، از آذان همدان، قزوین، بابل، ساری، آباده، اردستان، فاران یا فردوس، نجف آباد اصفهان، مریم آباد یزد و شهر یزد به تأسیس مدارس پسرانه و دخترانه همت کردند. مدرسه تربیت به چنان اعتباری دست یافته بود که حتی برخی از متعصبان شیعه و دولت مردان ایران نیز فرزندان خود را برای تحصیل به این مدرسه می فرستادند.
عبدالله بهرامی نوه میرزا احمد معروف به عماد الممالک از خاندانی برخواسته بود که از دوران مظفرالدین شاه به بعد در دستگاه شاهان قاجار مشاغل مهم را در اختیار داشتند. عبدالله بهرامی خاطرات خود را از دوران مدرسه تربیت چنین روایت می کند. تغییر منزل سبب شد که من و برادرانم به مدرسه تربیت رفتیم. این مدرسه را جمعیت بهائی ها در تهران تأسیس کرده و معلمین بسیار خوبی برای آن از افراد خیش تهیه کرده بودند. از حیث تدریس و مراعات قواعد اخلاقی یکی از مدارس بسیار ممتاز آن زمان محسوب می‌گشت. برخلاف آنچه معروف بود، بهائی‌ها در آنجا تبلیغاتی راجع به مذهب خود نمی‌نمودند و یک روش ملایم و آزاد و بی‌طرفانه اتخاذ کرده بودند. با وجود اینکه پدرم از حیث مذهب خیلی متعصب بود، از فرستادن ما به آن مدرسه مخالفتی نکرد. مدیر مدرسه هم یکی از اطبای معروف شهر میرزا محمد خان تفرشی بود. باید اقرار نمایم که من مقدمات زبان فرانسه را در آنجا آموختم و همیشه مرهون زحمات معلم زبان فرانسه که میرزا فرج الله خان پیرزاده بود می باشم. معلم عربی شخصی بود که در عشق‌آباد تحصیل کرده و به اسلوب جدید آشنا بود. بهائی‌ها در آن وقت در بعضی از شهرهای روسیه هم مدرسه تأسیس کرده و به اشاعه زبان فارسی کمک می‌کردند. نهضت آزادی نسوان را هم آنها شروع کرده بودند. من بیش از یک سال در آن مدرسه بوده و تحصیل می‌کردم. و با وجود اینکه سعی داشتم که از رموز این مذهب آگاه شوم، به هیچ وجه موفق نمی‌گردیدم. حتی شاگردان مسن‌تر که خانواده آنها را دارای این آیین بودند، بیش از من نمی‌دانستند و هنوز فرق بین بابی و بهایی را نمی‌توانستیم بدهیم. در آن وقت معمول شده بود که هر کس نسبت به آخوندها و روزخانها احترامات لازم به عمل نمی آورد، متهم به بابیگری می کردن. عنوان بهایی خیلی کم شنیده می شد. هر دفعه که یک روزنامه یا کتابی که تازه چاپ می شد و مطالبی خارج از عقاید معمول را داشت، منتسب به این فرقه می کردن. کتاب احمد و مسالک المحسنین تألیف مرحوم طالبوف که خیلی ساده و به هیچ و جنبه مذهبی ندارند، منسوب به این طایفه شده و از طرف علما قرائت آن ممنوع شده بود. در ولایات حتی در تهران عده زیادی از مردم تحت این عنوان مقتول شده بودند. بهائی ها خیلی رعایت احتیاط را به عمل آورده، از ظاهر ساختن عقیده خود استنکاف می‌ورزیدند، چنان که در همین مدرسه تربیت عده زیادی از اشخاص متعصب و مربوط به دربار فرزندان خود را برای تدریس به آنجا فرستاده بودند. مدارس بهائیان مکررن با حمله متعصبان روبرو بودند. متعصبان در سال 1300 هجری قمری به مدرسه وحدت بشر در کاشان حمله کرده، تابلوی آن را فرود آورده و مدرسه را تعطیل و از ادامه خدمت فرهنگی باز داشتند. بهائیان به رئیس الوزرای وقت احمد قوام السلطنه شکایت می‌برند. او دستور می‌دهد که مدرسه کار خود را ادامه دهد. رضا شاه بر آن بود که نظام آموزشی ایران را یک دست کند. از این رو به علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ و صنایع مستظرفه دستور می‌داد که همه مدارس خصوصی و دولتی برنامه واحدی را اجرا
و تعطیلات رسمی خود را هماهنگ کنند. به دستور وزیر پروانه مدارسی که از برنامه رسمی سرپیچی می کردند لغو می شد. مدارس بهائیان در 28 شعبان سال روز اعدام سید باب تعطیل می شد و این برخلاف برنامه تعطیلات رسمی یک دست دولت بود. مدارس بهائیان را در 23 آذر 1313 شمسی برابر با 1935 میلادی به اتهام سرپیچی از برنامه رسمی دولت تعطیل و صدها محصل پسر و دختر در میانه سال تحصیلی سرگردان شدند. دوران محمد رضا شاه پهلوی 1320 تا 1357 شمسی. محمد رضا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ درباره دوران پدر خود و اعتقادات مذهبی او می نویسد در سالهای 1306 تا 1308 شمسی مطابق با 1927 تا 29 میلادی احکام جدید قضایی ایران که بر الگوی فرانسوی بود استقرار یافت. مقارن همین سالها مبارزه عام با بی سوادی و گسترش آموزش ابتدایی آغاز گشت. این دو تدبیر امکانات و اقتدارات روحانیون را تا حد بسیار زیادی محدود کرد. باید پذیرفت که اگر پدرم به مداخلات روحانیون در امور سیاسی پایان نمیداد، در کوشش‌های ترقی خواهانه خود با دشواری‌هایی به مراتب بیشتر روبرو می‌شد. در زمان او به اعتبار و نفوذ معنوی و اخلاقی جامعه روحانیت و مقام والای آن در نظام مملکتی لطمه‌ای وارد نیامد. رضا شاه نام کوچک همه پسران خود را با ترکیبی از نام رضا امام هشتم شیعیان که مورد احترام و اعتقاد خاص وی بود انتخاب کرد. او غالباً به زیارت مرقد امام رضا می رفت و در مرمت و تزیین بارگاهش کوشش های بسیار کرد و آن را از حال ویرانی نجات داد. در زمان سلطنت من آستان قدس رضوی و مرقد مطهر حضرت رضا به اوج عظمت و اعتلا رسید و در شمار مهمترین بنیادهای مذهبی جهان اسلام قرار گرفت. ناگفته نماند که خود من به هزینه شخصی ترتیب مرمت و احیای ابنیه و مرقدهای مذهبی بسیار دیگری را نیز دادم. شاه درباره اعتقادات مذهبی خود می نویسد به پیروی از سرمشق و نمونه پدرم بود که من از نوجوانی به اهمیت و تأثیر اعتقادات مذهبی و راز و نیاز با خداوند، البته نه تنها به صورت جملات تکراری و اجباری پی بردم. من مبتلا به حسبه شدم و در اوج بیماری بود که شبی حضرت علی ابن ابی طالب را به خواب دیدم. جامی محتوی یک مایع به من داد تا بنوشم و من چنین کردم و حالم بهبود یافت. در تابستان هنگامی که به زیارت مرقد امامزاده داوود می رفتیم از اسب افتادم. در حال سقوط از اسب شمایل حضرت عباس ابن علی را مشاهده کردم که دستم را گرفته و حفاظتم می کنه. شاه می نویسد
در کاخ تابستانی تصویر امام دوازدهم را هم دیدم. او جان سالم به در بردن از چند سانحه از جمله دو سوء قصد به جان خود را نیز ناشی از اراده خداوند در حفظ جان و زندگی خود می داند. شاه تأکید می کند که من در مقام رئیس مملکت همواره به ضرورت حفظ و صیانت دیانت و حقیقت و اعتبار آن کوشا بودم. شاه می نویسد که بعد از واقعه دانشگاه تهران، تیراندازی به شاه، در سال 1327 شمسی مطابق با 1948 میلادی برجسته ترین روحانیون و مراجع مذهبی کشور صریحاً اعلام داشتند که نجات مرا معجزه‌ای برای ایران می‌دانند. بدین ترتیب محمد رضا شاه نه تنها مذهبی که فردی معتقد به خرافات مذهبی بود. شاه کتاب پاسخ به تاریخ را پس از انقلاب اسلامی و به دوران دربدری در خارج از کشور و از سر اعتقاد نوشته است و نه از راه خدعه و تزویر و عوام فریبی، چرا که به دوران نگارش این کتاب امید و چشماندازی برای بازگشت به قدرت و بهره‌گیری از عوام فریبی نداشت. شاه می نویسد سپاهیان دانش در مدت 5 سال توانستند 950 مسجد بنا کنند و 8200 مسجد را تعمیر کردند. من هرگز از انجام تعهد و سوگند خود در حفظ و صیانت مذهب شیعه اثناعشری و دفاع از آن در مقابل حملات مادیگرایان باز ننشستم. دیگر از فعالیت‌های مؤثر بنیاد پهلوی مرمت مساجد و تکایا و تأمین هزینه آب و برق و نگهداری آنها بود. گروه کثیری از طلاب علوم دینی به ویژه در شهر قم از کمک هزینه بنیاد برای ادامه تحصیل خود استفاده می کردند و نیز تعدادی از نشریات مذهبی از کمک های مالی بنیاد بهره‌مند بودند. شاه نه تنها مسلمانی معتقد بود که در ترویج نظریات روحانیون و کمک به آنها لحظه ای درنگ نکرد. شاه برای تقویت روحانیون شیعه در هر سفر به شیراز که هر سال 1-2 بار رخ می داد، نخست به زیارت حضرت شاه چراغ رفته و بعد به کارهای دولتی می پرداخت. در سفرهای شاه به مشهد نیز زیارت مرقد امام رضا مقدم به کارهای دولتی بود. در این زمینه برخی گزارش‌های دولتی که در گاهنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی ثبت شده واقعیت را نشان می‌دهد. برخی بر آنند که محمد رضا شاه به داشتن اعتقادات مذهبی تظاهر می‌کرد تا از اعتقادات مذهبی عوام بهره گیرد، اما گزارش‌های ثبت شده در گاهنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی که قصد انتشار عمومی آن در کار نبوده است، نشان از آن دارند که پهلوی دوم در اعتقادات مذهبی خود صادق بود. بخش‌هایی از این گاهنامه می‌تواند نمونه‌هایی بر تأیید این ادعا به دست دهد. 26 آذر ماه 1339 شمسی مطابق با 17 دسامبر 1960 مسجد و مدرسه عالی سپهسالار مورد بازدید شاهنشاه قرار گرفت. معظم الله برای بهبود زندگی و وضع تحصیلی طلاب اوامری صادر فرمودند.
16 تیر ماه 1341 مطابق با 6 جولای 1962 میلادی. 40 چراغ کریستال نفیسی که از طرف شاهنشاه به حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اهدا شده بود، طی مراسمی در نجف نصب و روشن گردید. 5 دی ماه 1341 مطابق با 25 دسامبر 1962 میلادی، شاهنشاه برای توزیع اسناد مالکیت کشاورزان فارس به شیراز عزیمت فرمودند و مرقد حضرت شاه چراغ را زیارت کردند و مبلغ 5 میلیون ریال برای تکمیل ساختمان گنبد شاه چراغ اعطا فرمودند. 17 آذر ماه 1344 مطابق با 7 دسامبر 1965 میلادی، از جانب شاهنشاه آریامه ضیافت رسمی شام به افتخار اعلی حضرت ملک فیصل پادشاه عربستان در کاخ گلستان ترتیب یافت. معظم الله در این ضیافت طی بیاناتی خطاب به اعلی حضرت پادشاه عربستان سعودی فرمودند: برای شما و ما و برای همه مسلمانان جهان توجه به این حقیقت مایه دلگرمی بسیار است که اصول دین مبین اسلام در دنیای مترقی قرن بیستم ما کماکان شایسته ترین و منطقی ترین اصول اخلاقی و اجتماعی است و ملل اسلامی با الهام از تعالیم عالیه آیین مقدس خود حقاً بهترین امکانات را برای هر نوع ترقی واقعی و معنوی در اختیار دارد. 16 فروردین 1345 مطابق با 4 آپریل 1966 میلادی، شاهنشاه آریامه از مشهد به تهران بازگشتند و بلافاصله به شیراز عزیمت فرمودند و هنگام زیارت حضرت شاه چراغ در مورد رفع نقائص و تعمیر گنبد و همچنین حفظ و نگهداری خطوط برجسته ظریف حضرت میر سید محمد دستوراتی صادر فرمودند. 22 مهر ماه 1345 مطابق با 13 اکتبر 1966 میلادی، شاهنشاه آریامهر مسجد دانشگاه تهران را افتتاح فرمودند. 2 آذر ماه 1345 مطابق با 22 نوامبر 1966 میلادی، فرمان شاهنشاه آریامهر دائر بر تعمیر و مرمت بنای گنبد طلای مرقد مطهر حضرت امام رضا علیه السلام که در حدود 400 سال قبل ساخته شده شرف صدور یافت. 14 آبان 1346 مطابق با 5 نوامبر 1967 میلادی، شاهنشاه آریامه به شیراز عزیمت فرمودند و پس از زیارت حرم حضرت شاه چراغ از بیمارستان خلیلی بازدید به عمل آوردند. 16 اردیبهشت ماه 1348 مطابق با 5 می 1969 میلادی، شاهنشاه آریامه پس از زیارت حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام از مراکز صنعتی و صنایع دستی شهر شیراز بازدید فرموده. 27 اردیبهشت 1348 مطابق با 15 جون 1969 میلادی، شاهنشاه آریامهر برای بازدید از پیشرفت‌های عمرانی خراسان
وارد مشهد شدند و پس از زیارت حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام به دانشگاه مشهد تشریف فرما شدند. شاه در سال 1350 شمسی مطابق با 1971 میلادی دستور تشکیل سپاه دین را داد. فرمان شاهنشاه آریامهر دائر بر تشکیل سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی زیر نظر سازمان اوقاف شرف صدور یافت. شاه نه تنها خود مرتب به زیارت می رفت که ولیعهد را هم با همان روحیه تربیت کرده او را هم به زیارت می فرستاد. والا حضرت همایون ولیعهد برای زیارت حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و شرکت در مراسم اختتام مسابقه فوتبال قهرمانی جوانان ایران وارد مشهد شدند. شاه در دربار مجلس روزخانی راه میانداخت و در اواخر سلطنت خود شرکت در مراسم سفره حضرت عباس فریده دیبا مادر فرح پهلوی از برنامه های همیشگی او بود. روحانیت شیعه از شهریور 1320 تا بهمن 1357 مطابق با 1941 تا 1979 میلادی. به دوران رضاشاه روحانیون بخش مهمی از قدرت خود را از دست می دهند و به حاشیه رانده می شوند. اما در دوران محمد رضا شاه قدرت از دست رفته را تا حد زیادی باز می یابند. رسول جعفریان تعداد طلبه های قم را در دوران رضا شاه از سال 1312 تا 1320 شمسی مطابق با 1933 تا 1941 میلادی به استناد مجله حوزه شماره 43 تا 44 صفحه 47 300 نفر تخمین می زند. به گفته آقای خزعلی پس از رفتن رضاشاه روحانیت فعالیت خود را از سر گرفتند و مدرسه های دینی کار خود را شروع کردند و برخی از آقایان روحانی که در دوره رضاشاه ناچار از پوشیدن کت و شلوار شده بودند دوباره لباس روحانی به تن کردند. دولت رضاشاه نه تنها مجالس سوگواری و وعظ را تعطیل کرده بود بلکه بسیاری از مدارس علمیه را به روی طلاب بسته و فضای آنها را در اختیار محصلان جدید قرار داده بود. بسیاری از این مدارس توسط بازاری ها به صورت کاروانسرا و انبار کالا در آمده بود. اکنون با زمینه ای که فراهم گشته بود روحانیون می کوشیدند تا حوزه ها و مدارس دینی را به موقعیت پیشین بازگردانند. زنده شدن دوباره نهاد مرجعیت بر اساس پژوهش‌های رسول جعفریان از عصر صفویه به بعد که مفهوم تازه‌ای از مجتهد و مجتهد الزمانی در ایران شکل گرفت، جامعه مذهبی ایران تابعی از مرجعیت به شمار می آمد. در نیمه دوم عصر قاجار دو نوع مرجعیت به وجود آمد. یکی مرجعیت عامه که مرکز آن یک یا چند مجتهد بودند با تحصیلات در نجف یا سامره و دیگری
مرجعیت محلی یعنی مراجعی که در یک شهر یا ولایت نفوذ داشتند. با ورود حاج شیخ عبدالکریم حائری متولد 1276 قمری وفات 1315 قمری به قم حوزه قم رونق گرفت. در سال 1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی پیش از سخت گیری های رضاشاه تعداد 700 طلبه و مدرس در قم حضور داشتند، اما در اواخر دوران حکومت رضاخان روند رو به رشد حوزه قم محدود شد. بعد از جنگ جهانی دوم و بر اثر امکاناتی که محمد رضا شاه در اختیار روحانیون می‌گذارد، ارتباط بین روحانیون ایران و عراق گسترش می‌یابد. حاج آقا حسین قمی متولد 1282 قمری وفات 1325 شمسی که در زمان رضا شاه در تیر ماه 1314 شمسی از ایران به عراق تبعید شده بود، در سال 1322 شمسی با احترام وارد ایران می شود. دلیل تبعید آقای قمی مخالفت او با اصلاحات رضا شاه بود. پیش از این تاریخ حاج آقا حسین قمی که به مسئله حجاب حساسیت ویژه‌ای داشت، در سال 1322 زمانی که به ایران آمد و با استقبال پرشکوه مردم و روحانیون در همه شهرها روبرو شد، نامه‌ای به نخست وزیر وقت علی سهیلی در باب حجاب نوشت و لغو قانون اجباری بودن کشف حجاب را درخواست کرد. متن تلگراف قمی به نخست وزیر. تلگراف از مشهد به تهران. شماره قبض 23264، شماره تلگراف 919، عدد کلمات 130، تاریخ اصل 13، تاریخ وصول سبت 14/5/1322 برابر با 5 اوت 1943 میلادی. جناب آقای نخست وزیر، مهماتی که از اعلی حضرت همایونی توسط جناب استاندار راجع به مصالح عامه تقاضا شده تا به حال جوابی نرسیده، لذا ثانیاً تذکر داده شود. 1. صدور اعلامیه رسمی به جمیع کشور که احدی حق من نداشته باشد از زنهایی که با حجاب هستند. 2. ارجاع جمیع موقوفات خاصه اوقاف مدارس دینیه به مصارف مقرر آن. 3. دستورات دینی از برای مدارس جدیده که دروس شرعیه داشته و نماز در مدرسه بخوانند و مختلط از پسر و دختر نباشد. 4. ورود دولت در مذاکره با دولت سعودیه راجع به استجازه بناء بقاع مطهره بقیع که از طرف این جانب اقدام شود. 5. اصلاح ارزاق عمومی در جمیع کشور به نوعی که اسباب اطمینان و آسایش عامه شود. اجرای این مقاصد مهمه را به اسرع وقت منتظرم. طباطبایی قمی، روحانیون شهرهای گوناگون ایران در تایید تلگراف قمی
تلگراف هایی به دولت می فرستن. تلگراف از زنجان به تهران شماره قبض 5773، شماره تلگراف 435، عدد کلمات 80، تاریخ 26/5/1322، 17 اوت 1943 میلادی. حضور حضرت اشرف آقای نخست وزیر، رونوشت مجلس شورای ملی با اهدای ادعیه خالصانه در تعقیب تقاضای حضرت آیت الله آقای حاج حسین قمی مدظله از هیئت دولت، این داعیان نیز به نام دیانت و ضبط مصالح عامه متمنی هستیم با مقاصد مقدسه معظم الله موافقت و عطف توجه فرموده عموم اهالی را متشکر و دعاگو فرمایید. هیئت علمیه زنجان، احقر جلال الدین موسوی، ملکی احقر فضل الله ابوالحسن ملکی، اسدالله معالمی، محمد میرزایی، جواد موسوی، احمد فرهیان، ناصر پاکدامن درباره بازگشت پیروزمندانه قومی می نویسد: سفر پیروزمندانه قومی در واقع جلوه ای از سیاست رضا خانزدایی حکام آن زمان است و نشانه ای از کوشش های محافل مذهبی برای تجدید نیرو و احیای قدرت روحانیت. جلوه دیگری از قدرتیابی روحانیت را باید در کوشش هایی سراغ کرد که در آن ایام برای سر و صورت دادن به حوزه علمیه قم صورت می گره. دولت وقت درخواست او را تصویب می کند و تلگراف زیر را به آیت الله قمی می فرستد. نخست وزیر علی سهیلی، شماره 11326، به تاریخ 12/6/1322 مطابق با 3 سپتامبر 1943 میلادی، حضرت آقای آیت الله قمی در جواب تلگرافی که از مشهد مقدس مخابره فرموده بودید: محترمان، زحمت می دهد تلگراف در هیئت وزیران مطرح و تصویب دولت به شرح زیر اشعار می شود. 1. آنچه راجع به حجاب زنان تذکر فرموده اند، دولت این نظریه را تأمین نموده است و دستور داده شده که متعرض نشوند. 2. در موضوع ارجاع موقوفات، خاصه اوقاف مدارس دینیه به مصارف مقرره آن، از چند ماه قبل دولت تصمیم گرفته است که بر طبق قانون اوقاف و مفاد آن وقفنامه ها عمل نماید و ترتیب این کار هم داده شد و این تصمیم دولت نیز تعقیب خواهد شد. 3. در باب تدریس شرعیات و عمل به آداب دینی، برنامه های آموزشی با نظر یک نفر مجتهد جامع الشرائط چنان که در قانون شورای عالی فرهنگ قید شده منظور خواهد شد و راجع به مدارسی که عنوان مختلف دارند و در اول از منی امکان پسران از دختران تفکیک خواهند شد. 4. در باب تعمیر بقاع مطهره، بقی به وزارت امور خارجه دستور مؤکد داده شده که اقدامات سابق خودشان را تعقیب و نتیجه بعداً به اطلاع خاطر شریف خواهد رسید. 5. در باب اصلاح ارزاق عمومی در کشور، دولت مشغول اقدام است که از هر حیث آسایش عامه تأمین شود. نخست وزیر: دولت آنچه در توان داشت
برای تجدید حیات روحانیت به کار می برد. نه فقط دولت، که حتی احزاب مدعی ترقی خواهی نیز روحانیت شیعه را تقویت می کردن. از جمله حزب توده ایران، حزب کمونیست طرفدار شوروی، ورود آیت الله قمی به ایران را تبریک گفت. اما تجدید قدرت روحانیت با مخالفت‌هایی نیز روبرو بود. احمد کسروی متولد 1269 شمسی، قتل 1324 شمسی، خطاب به حزب توده می نویسد: ما فراموش نکرده ایم که آقای سید حسین قمی را با آن ترتیب خاص برای تقویت ارتجاع به ایران آوردی. شما در روزنامه خود تجلیل بی اندازه از او نمودید و او را اولین شخصیت دینی نامیدید. آقا حسین قمی که بود و برای چه به ایران می آید؟ آقا حسین قمی کسی بود که در زمان رضا شاه در موقع رفع حجاب از زنها مخالفت نشان داد و با دستور دولت از ایران بیرون رانده شده بود و در این هنگام آورده می شد که به دستیاری او دوباره زنها به حجاب بازگردند و باز اوقاف به دست ملایان سپرده شود. در این چند سال بزرگترین گامی که در راه تقویت ارتجاع برداشته شده این آمدن آقای قمی بوده که شما با نوشته های خود در آن شرکت کرده اید. پایان نقل قول. رسول جعفریان می نویسد که آنچه حساسیت حوزه را در نخستین سالهای سلطنت پهلوی دوم بیشتر برانگیخت کتابچه اسرار هزار ساله بود که علی اکبر حکمی زاده فرزند یکی از روحانیون در قم در نقد مذهب شیعه نوشته بود و به سرعت در میان جوانان خانواده های مذهبی مطرح شد. به این دلیل به نظر روحانیون لازم بود به انتقادهای وی پاسخ داده شود. ابتدا یکی از روحانیون به نام خالصی زاده جوابی با عنوان کشف الاستار می نویسد، اما علما این جواب را نمی پسندند و از خالصی زاده می خواهند که کتاب خود را منتشر نکند. حوزه تصمیم می گیرد که جوابی در نقد جزوه اسرار هزار ساله بنویسد. به نظر می رسد که جمعی از فضلای قم به همراه روح الله خمینی برنامه برای نوشتن جوابی جامع در نقد کتاب اسرار هزار ساله تدوین می کنند و نتیجه این کار کتاب کشف الاسرار است که بخش بزرگ آن را روح الله خمینی نوشت که آن زمان از استادان حوزه علمیه قم بود. کتاب نشان می دهد که روحانیون خود را صاحب کشور می دانند و هیچ حکومتی جز حکومت خود و یا حکومتی را که تحت نظر و به رهبری روحانیون باشد مشروع نمی داند. سید محمد حسین منظور الاجداد نویسنده کتاب مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست تاریخ معاصر ایران می نویسد، به نقل از آیت الله طالقانی گفته شده که فضلای حوزه با پرسش از صدرالاشراف نظر دولت در مورد مرجعیت یگانه آیت الله بروجردی در قم را مثبت یافتند. دولت نیز که با فعالیت شدید توده‌ای‌ها روبرو بود قصد داشت
از نیروی مذهب برای مبارزه با آنان بهره بگیرد. آیت الله بروجردی حدود 2 ماه در بیمارستان بستری بود. شاه نیز در یکی از این روزها با ایشان دیدار کرد و سرانجام در پی پاسخ مساعد استخاره ایشان پذیرفت که به قم برود. مجله آیین اسلام خبر حرکت آیت الله بروجردی به قم را در بخش اخبار اسلامی چنین منعکس کرد: بنا به درخواست عده‌ای از روحانیون و بازرگانان و متدینین قم، حضرت آیت الله آقای حسین بروجردی جمعه گذشته از شهر ری به حضرت معصومه عزیمت فرمودند و حوزه علمیه و اهالی تا علی آباد به استقبال ایشان شتافتند. امیدواری در تحت نظر این مرد بزرگ و مطلع دین آن حوزه شریفه به صورت بهتری در آمده و با تشکیلات صحیح تری شروع به کار نماید، مخصوصاً خاطر ایشان را معایب عدم تشکیلات روحانی متوجه ساخته اصلاح وضع رقتبار اغلب دهات ایران را که از مبلغین روحانی محروم هستند استدعا داریم. پایان نقل. حکومت بر آن بود تا از نفوذ روحانیت علیه حزب توده بهره گیرد و روحانیت که هنوز دوران رضاشاهی را فراموش نکرده بود طالب حمایت دولت بود. وضعیت نیروهای مذهبی در سالهای 1320 تا 1332 شمسی در شهرها هم رضایت بخش نبوده است. در این باره آقای خاتمی در مصاحبه‌ای با کیهان هوایی در 27 خرداد 1366 مطابق با 19 جون 1987 می‌گوید: دانشگاه‌ها مرعوب نیروهای الحادی چپ بودند و بچه مسلمان‌ها در دانشگاه قاچاقی زندگی می‌کردند.